غنی، طالبا، داعش، خلیلزاد، شبکه‌های جاسوسی و قتل عام مردم ما. گویی هنوز اونا کم بود. آل سیلاب‌های پروان. تلاش برای نجات گیرماندگان فاجعه مرگبار یک رویداد طبیعی در پروان. نیروهای ارتش تا ساعت 8 چهارشنبه بر نجات گیرماندگان شتافتند و به اعضای خانواده آنان غذا توزیع کردند. اما در بامداد روز عملیات نجات با 3.5 ساعت تأخیر آغاز شد. وقتی که از خانه بیرون شده که سعی کنه که حتی روی فرار مو نداره. دیگر هم تو هم بیکتوریا فرار کرده بیدن اما مو متاسفانه حتی روی فرار نداشتیم. خانم است، 4 تا طفلک هایم است دیگر که جسدهایشان رو بردیم دفن کردیم. دیگه شو خسر ما پیدا کردیم، دیگه یکی از خوشنیم است که تا هنوز زیر همی چیزا مانده، کس پیدایش نکرد. اما فعلا جسد ما در اینجا مانده است، کسی نیست با احساس ما را بگونه. ما خود ما در دولت هستیم، ما خود ما خدمت میکنیم. این خانواده 5 دختر و 3 پسرش را در سیلاب از دست داده است. مادری که فریاد میزند و میگوید که تنها خود یک پسر و یک دخترش زنده هستند و دار و ندارشان نیز نابود شده است. 6 تاشه دین روز بعد است آوردیم، 2 تاشه این روز. باید از من یک سرپناه شوه، باید از من کمک شوه. زندگی به من نمانده، غیر جانم دیگه زندگی به من نمانده. در همین حال خانواده های قربانیان انتظار کمک های فوری و اولیه زندگی را دارند. فاجعه سیلاب در پروان آنقدر بزرگتر است که بیشتر باشندگان این ولایت 5 تا 10 عضو خانواده ایشان را از دست دادند. مثل این خانواده که 8 عضو آن در نتیجه سیلاب های یک روز پیش در پروان جان داده است. اینان اکنون انتظار دارند تا حکومت بر وضعیت زندگی آنان توجه جدی کند. تعداد هنگفت هموطنهای ما دیجه کشته شدن، تعداد زیادشان زمینای خود از دست دادن. و یک چیزی که هست که اینمی کسایی که دیجه کشته شدن، یک تعداد ازی اصلا کشته باید نمی شدن. اگر بیلدینگ کود می بود در افغانستان یا مقررات ساختمانی، اگر ما در پروان می بودم اجازه نمی دادم که مردم دینی کاسه در کاسه از اینی دره ها یا در امی پایینش در جویچه از این دره ها خانه بسازن، بخاطر از این که هر وقتی که یک باران خطرناک شود آب از بالایی ها به طرف پایین می و هر جایی که اینت یک جویچگک واره باشه و پر از او میشه، هر چیزی که در مسیرش باشه می بره. اینمی نفر ها اگر در پیش روی از این سیل خانه جور نمی کدن کشته نمی شدن. سعی کنین اصطلاح خودم سیل بردشه. اونو پایین هم تصویر داشته باشیم. پایین هم اسکاوتور رفته، پیشتر بچه اکا صدا میکنن بگه اوجه جنازه میکشن. بریم اگه دفعه فرطان صاحب اوجه. خیلی درداره. چطور کنیم؟ سنه ایب صاحب بعد است، ما میریم پیششان ببینیم که چی کده میتونیم. فرطان صاحب یک چیز دیگر ما بگویم که به ازان ما آمدیم تا حد توان هر کمکی از دست ما ساخته باشه ما انشالله دریغ نمی کنیم و انشالله بخیر که کمک میکنیم. از طرف کو آمده سیم؟ بله یا خب خانه شما در می کچه است؟ خانه ما اینت اونسا این فرض خدا کردیم یه همسایی ما را گرفتیم خود ما به چیز نگرد. ایده ایده سامده است؟ همون تسیده هست، زمین تا دو خود. ایده سامده او را خانه های دیگه که ایده سست مکنه. در امریکا در اونو تو یک جای توی هیچ حق نداری که خانه آباد کنی، ولی هموطن های عزیز ما در اوجه خودشان هم نمی فهمن، حکومت هم وجود نداره، یک انجینیر هم که به میا یک مشوره به تاگه بتا ما نمی کنه خانه کایشان سیل برده، اولاد کایشان، زنشان، یعنی امی میبینی که جنازه پشت جنازه. دمی افغانستان در واقع سرزمین قبرستان ها شده، گوی سرنوشت در سینه های مردم افغانستان مزرعه از دل های شکسته غرس میکنه. آدم هیچ نمیفهمه که چی رقم کمک کنی، کجا را کمک کنی. ما امیال تحریک کمک بر افغانستان داشتیم بر کابل کی یادسه شد. اکتیاد شما با ما تماس گرفتین که میخواین کمک کنین، اما ما امیال می توانمندی را ندارم و دیگه ای که ما امیال در کابل پیسرایی کردیم است.
چون که حالی یادسته شد ما تصمیم گرفتیم که یک 400 تا 500 فامیل در مناطق مختلف پروان کمک مواد غذایی بکنیم. البته این کمک گزاف نمی باشه، اما باز هم برای یک کسی که همیان نان نداره در خطر است، در یک جای به منتظ خانک میلرزه و شکم خالی نفر دیدین که زنش که تا اولادکایش مرده، و فکر کنین که ای چقدر قدرت میخواه که تو انوز سر پایت استاده باشید ایالت. برای از اینا یک کمک مواد غذایی میکنیم. باز هم تشکر از شما که کمک کرده بودین. این پیسه شما ببینین، پیش ما پیسه شما در واقع چوچه داده، پیش مردم دیگه میمره. مسکینی ها رو 240,000 گرفتی دوزی کردی و وام از زمین لرزه بدخشانه. خانم سجه 5-6 سال پیسه جمع میکد به نام یتیم و بیوه. ما ورقایش دارم، میتونم ثبوت کنم که 7 تا 8 هزار دلار از سجه دوزی کرده. اما ما اینه به 100 چند هزار دلار که شما دادیم در تمام افغانستان کمک کردیم و انوزم در اکاونت ما پیسه است که رایی کده میرم تا آخری قرانش. در اون اکاونت ما 200 دلار از خود داشتم، در مؤخر هم 200 دلار خودم رایی میکنم. باز بعد از اون استیتمنت شو برای شما میتم. به هر حال دو سایزم فیسبوکم بسته شده، ما سر فیسبوک خود کار میکنیم. ما 400 هزار فالوور در فیسبوک خود داشتم. برنامه ما که منداختم یکان وقت در یک ساعت 30-40 هزار نفر میدید. در یک ساعت 1,000,000، 700,000، 800,000، 900,000 در یک دو هفته سه هفته دیده میشد. امین نفرها امیال ما یقین دارم که اکتیاد زیادش چشم درد میگردن که ما در کجا هستم. این فیسبوک نوم است، موقتا این را جور کردیم. این را لایک کنین که تزی رفیق شوین تا که ما فیسبوک دیگه خود باز کنم. علاوتاً در یوتیوبم شریک شوین. اینمی لینک یوتیوب ما در فیسبوک هایتان شریک کنین لطفاً، و با مردم خبر بتین به دوستایتان که در اینی شفیع ایار پیج نوم شامل شوند. به زودی ما فیسبوک خود ما همیال کار میکنیم که واز شوه بخیر، و در عین زمان ما به زودی در یک تلویزیون 24 ساعته ظاهر میشیم، و در عین زمان وبسایت ما تا هفته دیگه بخیر بیرون میبره که از این مشکل خلاص باشیم که دفعه دیگه باز شما ما را از دست نتین. هنوز بر لب من، هنوز بر لب من، هنوز بر لب من، هنوز بر لب من، جای بوسه‌های تو است، جای بوسه‌های تو است، جای بوسه‌ها. هنوز موج زنان، هنوز موج زنان، هنوز موج زنان، هنوز موج زنان، در دلم هوای تو است، در دلم هوای تو است، در دلم هوا. هنوز گم شده دلدار آشنای منی، آشنای منی، هنوز گم شده دلدار آشنای منی، آشنای منی، که نیستی تو ولی یاد تو بجای تو است،
بجای تو باغ رفتم از آن رک با تو رفتم دوش با تو رفتم دوش باغ رفتم از آن رک با تو رفتم دوش با تو رفتم دوش هنوز گویی که ام در فضا صدای تو است صدای تو است هنوز بر لب من هنوز بر لب من هنوز بر لب من هنوز بر لب من جای بوسه‌های تو است جای بوسه‌های تو است جای بوسه‌های